یاران گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز، صدای اعتراض مردم ایران علیه فجایع رژیم تحمیلی و فریبکار روز به روز بلندتر شنیده می شود. خانم فاطمه سپهری، بانوی محجبه‌ای که هنوز در مشهد زندگی می کند و از امضا کنندگان نامه است که در آن به صراحت از علی خامنه‌ای خواسته شده بود که استعفا دهد و مردم ایران را رها کند، از جمله افراد دلاور و پیکارگری است که تا به حال با چندین رسانه برون مرزی و از جمله با آقای شهرام همایون در برنامه‌های ایشان در تلویزیون کانال یک شرکت کرده و با صراحت قابل تحسین اعتراض‌های خود را نسبت به رژیم و شخص علی خامنه ای عنوان کرده است. بله، این نخستین بار است که این بانوی شجاع، بانویی که از زنان پیشگام امروز ایران در راستای دادخواهی می باشد، با رسانه ای گفتگو می کند که گرچه هیچ ارتباطی با دولت اسرائیل ندارد، ولی مرکز فعالیت آن در اورشلیم است. شما را به دیدن و شنیدن گفتگوی آقای مناشه امیر در اورشلیم با خانم فاطمه سپهری در شهر مذهبی مشهد دعوت می‌کنیم. با هم ببینیم و بشنویم. درود بر بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه. ما افتخار داریم که این بار با خانمی سخن خواهیم گفت که در داخل ایران به سر میبرن، در شهر مذهبی مشهد هستن، یکی از افرادی هستن که اون بیانیه مشهوری رو امضا کردن که در اون از خامنه‌ای خواسته شده بود که از سمت خودش کنارگیری بکنه. این خانم نه فقط خودش رو گرفتن، اذیت کردن و استنطاق کردن، زیر فشار قرار دادن، بلکه برادر ایشون رو هم بازداشت کردن و ایشون الان در زندان هستن. درود میفرستیم به شما خانم فاطمه سپهری در مشهد. سلام، ممنون که منو دعوت کردیم و اجازه میدیم که حرفم رو بزنم و شکایت و ناله هامو بشنون مردم و هم زبان و هم میهنانه. ممنون. با افتخار بسیار خانم سپهری. پرسش نخست من یادآوری این نکته است که روح الله خمینی در آغاز انقلاب و حتی پیش از اینکه قدرت رو به دست بگیره، خطاب به شاه گفته بود که هر نسلی حق داره رژیم دلخواه خودش رو تعیین بکنه. تو برو کنار، بذار ملت ایران رژیم خودش رو تعیین بکنه، و ظاهراً ملت ایران این رژیم رو تعیین کرد. گفت بله به جمهوری اسلامی، بدون اینکه بدون جمهوری اسلامی ماهیتش چیست. و شما یک نامه رو امضا میکنید که در اون گفته شده آقای خامنه‌ای، چند دهه است که تو در قدرتی بیکفایتی بیلیاقتی خودت رو نشون دادی، بیا پایین و بذار یک فرد دیگری رهبری مملکت رو به عهده بگیره که انقدر ما با فجایع روبرو نشیم. و شما رو میگیرن. اولا یادآوری کنید چه نوشته شده بود در آن نامه؟ نامه که خلاصش این بود که جمهوری اسلامی باید بره، آقای خامنه‌ای باید استعفا بده و قانون اساسی باید تغییر کنه. یعنی کل نظام تمام. مضمونش این بود و به کسی نه توهین شد، توهین شده بود نه هیچی. گفتیم دیگه، گفتیم بعد از 32 سال رهبری خامنه‌ای و بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ما ناکارآمدی می‌بینیم و جمهوری اسلامی نه قابل تحمل نه قابل اصلاح. ما دیگه جمهوری اسلامی رو نمی‌خوایم. در همین خرداد ماه، 22 خرداد 1398 بود که ما این بیانیه اول منتشر شد که جمعی از دوستان که از جمله برادرم بودن که هم تنظیم کردن هم دوستان رو پیدا کردن و بالاخره منتشر شد 22 همین برج.
و بعد از اون باز تعدادی از بانوان که 14 نفر بودیم، ما هم به همون بیانیه اول یه بیانیه دیگه گفتیم که ما هم خواهان همین خواسته هستیم و منتشر شد و نه به کسی توهین شد، نه از کسی خدای نکرده حق ضایع شد و یک خواسته مسالمت آمیزی بود. و اینکه شما میگین خمینی گفت ما مردم تو رو نمیخوان شاه برو، خب بعدی هم که رفت تو پاریس بود خیلی چیزا گفت، خیلی وعده های به حساب درست داد به مردم، ولی وقتی به ایران اومد گفت من خدعه کردم و در حرم امام رضا سال 97 خامنه ای آمد سخنرانی کرد و گفت هر کسی حق داره که اعتراض کنه و ما اعتراض رو میشنویم. ما همین نامه با احترام و عزت به اینها به خامنه ای نوشتیم خطاب که شما کارتون کارآمدی نداشته، رهبری شما درست نبوده و دستگیر شدیم. من خودم 9 ماه و 5 روز زندان بودم، اومدم بیرون و بقیه دوستان تعدادی هنوز هستن، از جمله برادرم آقای خواستار که اصلا حتی برای درمان هم اینا نیاز داشتن به اینها مرخصی ندادن. بقیه دوستانم همینطور رفتن اومدن، الان همه زندانن و شرایط خیلی سخته. اینا دروغ میگن، یک حکومت دروغگویی بود. اگه دروغ از جمهوری اسلامی بگیرن دیگه هیچی دیگه براش نمیمونه. با دروغ سر کار اومد، الانم با دروغ و با سرنیزه داره ادامه میده. خانم سپری شما چه حقی دارین که بیاین بگین رهبر معظم انقلاب بی‌کفایته؟ مگر شورای نگهبان و مجلس خبرگان و کل نظام ایشون رو انتخاب نکردن؟ مگر انتخاب ایشون مادام العمر نبوده؟ مگر مجلس خبرگان کارهای ایشون رو کنترل نمیکنه؟ شما به عنوان یک شهروند ایرانی چه حقی دارین که بگین رهبر کنار برو؟ بفرمید. شورای نگهبان هیچ نقشی نداره، همه رو خامنه ای تعیین میکنه. تا قبل از اینکه رهبر بشه که به اون صورت قدرتی نداشت، خب 8 سال رئیس جمهور بود. بعدن که خمینی مرد اینو رفسنجانی بر ملت ایران تحمیل کرد، رفسنجانی این رو تحمیل کرد که الانم هست در اون مجلسی که ایشون رو میگه و میگن شما باش رهبر، میگه باید بر ملتی گریست که من رهبر اون باشم و به قول خودش رهبر موقته. الان 33 سال رهبر موقته، الان در آسانه سالگرد خمینی هستیم دیگه، 14 خرداد بوده که خمینی مرده و هیچ نظارتی نیست در هیچ زمینه جمهوری اسلامی، هیچ نظارتی نیست. یک ولی مطلقه فقیهی که اومدن اونو دیگه تصویب کردن و همه حکمها رو خامنه ای میده. اصلا هیچ نقشی نه رئیس جمهور در این کشور داره، نه شورای نگهبان، نه مجلس، نه قوه قضاییه، نه ریاست جمهوری. در رأس همه کارا خامنه ای است. 3 سال پیش آمد بیماری کرونا، این همه مردم بیش از 200,000 مردن، با یک حکم حکومتی اومد جلو دوربین نشست گفت حق ندارین بیارید، ببینین تا حد تا داروی ما رو کار داره، نذاش، اجازه نداد. الان من دیروز رفتم فامیلمون فوت کرده بود، دوستمون برادر خانم آقای خواستار فوت کرده بود، من رفتم بهشت رضا، تمام اون قطعه جوانای زیر 50 سال بود، مطمئنم که اکثر اونها بر اثر کرونا مردن. آقای خامنه‌ای اجازه نداد، چه پولایی هم از بیت المال خرج کردن، از اون بیماری و همون مستعانی که ساخته بود سردار سلامی، اینا همه کارایی هن، نمیدونیم اینا ارتشی هن، نمیدونیم اینا سپاهی هن، نمیدونیم اینا دکتر هن، به هیچ. بعد مخبر اومد چقدر پول رو برداشت و الان میگه ابر بدهکار بانکی، چی تولید کردن؟ هیچی. ما الان هم داریم میگیم، ما 3 سال پیش گفتیم، الان هم میگیم. من الان از روزی که از زندان اومدم بیرون بیش از 2 ساله دائم گفتم جمهوری اسلامی باید بره، هیچ راه حل دیگه ای وجود نداره جز رفتن جمهوری اسلامی، جز رفتن خامنه ای. مردم دیگر چی میگن خانم سپری؟ این عقیده شما رو شنیدیم، ولی اونهایی که باشون در ارتباط هستید، صحبت میکنید، صداشون انعکاس پیدا میکنه، اونها چی میگن؟ یعنی شما آیا در اقلیتید یا در اکثریت هستید؟ بفرمایید.
الان که من نیستم که ارتباط با مردم داشته باشم، هر کس الان لحظه به لحظه با این گوشی ها، با این دوربینایی که در دست همه هست، همه خبر دارین، الان میبینین دیگه اعتراضای مردم رو، فریادهای مردم رو در سراسر کشور. در حال حاضر کسی نیست جز اونهایی که فقط و فقط با خود خامنه ای سر در آخر بیت المال دارن. بقیه مردم الان همه ناراضیان. این همه داد و فریادی که دارن در کف خیابون برای هر مشکلی که اتفاق میفته، بی‌توجهی جمهوری اسلامی هزار برابره. انقدر که برای بشار اسد، انقدر که برای سید حسن نصرالله، برای یمن، برای کشورهای منطقه، برای تروریستا توجه داره، کجا به سراغ ملت اومده؟ مردم الان دارن از گشنگی میمیرن. فریاد مردم الان برای گشنگی هست که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو. طرف میره به بدبختی یه شونه تخم مرغ میخره، تمام میشه دو برابر باید بره پول بده، در حالی که درآمد نیست. همین امسال دیگه بعد از سال تحویل دیگه بالاخره سال ماه اول میاد حقوق لحاظ میشه، افزایش حقوق 10%، ولی افزایش تا 400% داشتیم. اینو من نمیگم، تمام ملت دارن میگن، دارن همه این مردم فریاد میزنن. حرف من تنها نیست، حرف چهار تا معلم و چهار تا خانواده شهید نیست. الان دیگه این دردیه که همه گرفتار شدیم، همه مبتلا شدیم. خانم سپری، میبینم که شما یک خانم محجبه هستین، خیلی صادقانه دستتون رو رو سینه بذارین و به این سوال من جواب بدین. روزی که قرار بود خمینی بیاد، شما چه احساسی داشتید، چه انتظاراتی داشتید و چه امیدهایی داشتید؟ بیان بفرمید. روزی که خمینی آمد، من سن تکلیف نبودم، در خونه ما نه رادیو بود نه تلویزیون بود و من هیچ اطلاعی نداشتم و بارها گفتم، در اطلاعاتم که بازداشت شدم گفتم افتخار میکنم که روزی که مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی، آره گفتن، سن من اجازه نمیداد. افتخار میکنم که یک بار به نماز جمعه های اینها نرفتم. افتخار میکنم که یک روز برای روز قدس اینها شرکت نکردم. افتخار میکنم که یک بار نگفتم مرد بر آمریکا و مرد بر اسرائیل. افتخار میکنم. یک بار نگفتم. من به محضی که جمهوری اسلامی اومد، سال 58 ازدواج کردم، 59 خدا به من یک دختر داد و سال 60 در جنگ ایران و عراق همسرم را از دست دادم. اون موقع من سنم هنوز 17 سال نبود. من در جنگ ایران و عراق کشته شدم. خوشحالم که یک بار در پای منبر هیچ کدوم اینا ننشستم به ظلمایی که در سال 60 به من شد و من دیگه یه جوری در خانه موندم، خانه نشین شدم. یه حصل 40 ساله داشتم و من 3 سال پیش با برادرم رفتم جلو دادگاه ساجدی که آقای جعفری که یک جانباز جنگ بود، اسیر جنگ بود، برادر شهید بود، حمایتش کنم که به اون 13 سال خامنه ای حکم زندان داده بود. برای اعتراض گفته بود این وضعی بود که ما خون دادیم، جون دادیم. و همون روز با 10 دقیقه موندن جلو دادگاه ساجدی مشهد دستگیر شدم و خوشحالم که خامنه ای بدونه که من یک همسر شهید، میگم من تو رو نمیخوام که رهبر من باشی. خوشحالم که هر وقت هر اتفاق به نوعی خیلی چی بوده که افتاده، از جمله رأی به جمهوری اسلامی، من نقشی نداشتم. خوشحالم روزی هم که خامنه ای آمد، من سنی نداشتم. من اصلا نفهمیدم که اومد و چی شد. ولی الان دارم میبینم اونهایی که اون زمان شاه رو درک کردن و الان رو دارن میبینن، میگن هزاران برابر اون زمان خوب بود و الان هزار هزار برابر ظلم و جنایت. خانم سپری، شما تنها فردی نیستید که این گونه علیه رژیم سخن میگید و این گونه دلگیر هستید و انتقاد میکنید. من فکر میکنم که بسیاری از مردم ایران مثل شما فکر میکنن. پرسشم الان این است که یک فاجعه به اسم متروپول در آبادان رخ میده و در برخی شهرهای ایران به ویژه خوزستان مردم به خیابان ها میان و
اعتراض میکنن، اعتراض شدید میکنن به حکومت. پرسش من این است، چرا این به تهران و مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز نرسید؟ چرا مردم سراسر ایران به این فراخوانی ها، به این اعتراض ها، به این دادخواهی ها پاسخ مثبت ندادن و نپیوستن؟ بفرمید. به اون حد که من دارم میبینم سرکوب زیاد جمهوری اسلامی هست. من روز 11 اردیبهشت که روز کارگر و روز معلم بود با برادرم رفتیم جلو اداره کل آموزش پرورش مشهد. فرض کنین ما 100 نفر بودیم، نیرو 300 نفر بود. و تمام این وضعیت رو با رعب و وحشتی که برای مردم درست کرده جمهوری اسلامی اجازه نمیده و مردم هم به نظر من باز هم مردم فعالیتشون زیاده. همین که ترس و وحشتی که با مردم، همون روز تعدادی رو دستگیر کردن و ترس و وحشتیه که جمهوری اسلامی فکر میکنه با این میتونه بمانه. ولی اتفاقی که برای آبادان افتاد در دوم خرداد و بی‌توجهی خامنه ای در روز سوم خرداد برای آزادی خرمشهر و در روز پنجم خرداد جشنی در ورزشگاه آزادی، ورزشگاه آریامهر بگیم که اونجا سلام فرمانده را اجرا کرد و بعد از 8 روز اومد آمد عزای عمومی اعلام کرد، این نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی به مردم ایران فکر نمی کنه ولی تا تونسته از ثروت مردم، از سفره مردم دست نشانده و آتش به اختیار به وجود آورده. الانم بعد از امروز 11 همه دیگه، 10 روزه که مردم زیر آوار عزیزانشون رو دارن با دست خالی میخوان بیارن بیرون. تمام هنر جمهوری اسلامی بردن انواع نیروی سرکوبگر به اون شهر و مردم رو محاصره کردن. مردم زیاد اومدن، مردم تلاششون خیلی زیاد شده چون الان دیگه یک درد فراگیر شده، فقط یک عده و یک گروه و یک قشری نیست، الان سراسر کشور و تمام مردم. یه طرف تو روستا داره زندگی میکنه با شرایطی که اینا فراهم کردن داره بیچاره‌ایه. پس همه هستن ولی از سرکوب جمهوری اسلامی تا یک حدی و هستن، مردم همراهن. من اینو در اون شدتی مثلا شبهای آبان و اینها نیست، سال و موقع که من زندان بودم، ولی مردم در صحنه هستن، همراهن. خانم سپهری، پرسشی دارم که شاید به شما مربوط نمیشه و شاید هم نتونید بهش جواب بدید، ولی پرسش این است که آیا افراد سپاه پاسداران، افراد بسیج، نیروهای انتظامی و همه قدرت‌های سرکوبگرانه رژیم، مگه اینها انسان نیستند؟ مگر ایرانی نیستند؟ مگر مسلمان نیستند؟ مگر برخی از افرادی که اینها میگیرن سرکوب میکنن، گلوله به سرشون پرتاب میکنن، چلیک میکنن، ممکنه فامیل های خودشون باشن؟ شما در ایران زندگی میکنید، ایرانی رو به خوبی میشناسید، چگونه حکومت تونسته اینها رو بسیج بکنه؟ بفرمید. اونچی که من به ذهنم میرسه میگم شاید اینا رو از نظر مالی زیاد تأمین کرده و دیگه بقیهش رو من نمیدونم حقیقتش. و من همین چند روز پیش هم یه مصاحبه داشتم، گفتم جمهوری اسلامی در سینما رکس آبادان متولد شد و در دوم خرداد 1401 مرد. جمهوری اسلامی رو ما داریم دفن میکنیم، نیروهای سرکوبگر در هر رده ای هستیم، آتش به اختیارین، ارتشی هستین، سپاهی هستین، هر چی هستین، بیان بیرون، هر چی سریعتر از این زیر بیرق جمهوری اسلامی بیان بیرون و جنایت نکنین. جمهوری اسلامی میره و شما میمونین و مردم ایران. حالا این میخواد فامیلتون باشه، همشهریتون باشه یا هموطنتون، از این 3 دسته دیگه خارج نیست. حالا تعداد زیادی رو حال من میگم فقط با مال و با وعده هایی که به اینها دادن، وگرنه چیز دیگری نیست.
اگه همون نیروی سرکوبگر وقتی میره به خونه مادرش رو ببینه، خواهرش رو ببینه، عمه و عمو و خانواده هاشون رو ببینن، اونا هم دارن تو همین ایران زندگی میکنن. طرف الان باید بره یک روغنی که 6 ماه پیش میخریده 30,000 تومان الان بره بخره 400,000 تومان، در حالی که نداره. اگه پولی باشه خب میگیم داریم میخریم، ولی وقتی نیست چی؟ حالا اینا رو من میگم فقط با مال، با پول مردم، با بیت المال دهن اینا رو پر کردن و خب بالاخره داریم میبینیم که خیلی راحت تیر میزنن، با تیروی ساچمینی میزنن، گاز اشکاور میزنن، بازداشت میکنن. خانم سپهری، شما چطوری میفرمایید که جریان سینما رکس ممکنه یه حادثه آتش‌سوزی اتفاقی بوده، این باعث بروی کار آمدن حکومت خمینی شد؟ شما گفتید خمینی قدرتش رو با سینما رکس آغاز کرد، چرا؟ توضیح بدید استدلالتون. من اون زمان که میگم سنم کفاف نمیداد، ولی بعدن که مدارک و شواهدی رو شده میگن مردم آبادان از همه کشور دیرتر به قولی لبیک گفتن به ندای خمینی و اینا اومدن این کارو کردن که مردم رو برانگیزن برای اینکه بیان و خب انداختن گردن شاه که آره شاه اومد مردم رو زنده زنده در داخل سینما آتیش زد و سوزون که مردم رو تحریک کنن و مردم رو به صحنه بیارن و مطمئن همین بوده. الان که اون زمان من ندیدم، ولی الان که دارم فیلم ها، صحبت ها، گفتار شاه و زمانی که بوده و دلسوزی هایی که داشته و رفتارهایی که داشته، برنامه هایی که برای آبادانی کشور داشته، اون هرگز جوری که اونو در سال 57 به مردم نشون دادن نبوده و متاسفانه اون زمان نه این شبکه های اجتماعی بود و نه مردم آگاه و باسواد امروز که الان دارن مردم همه دیگه دارن افسوس میخورن، الان که دیگه متوجه شدن و همه چی رو شده میگن ما چه اشتباهی کردیم، 43 سال غم و مصیبت، یکی میمیره تا 40 روز برش عزاداری میکنه، ما الان 43 ساله، 44 ساله، نه شب و نه روز از جنگ 8 ساله ایران و عراق، از درگیر شدن با قبایل و مردم کرد و بلوچ، از درگیر شدن با تمام مردم کشور، الان با وکلا درگیر جمهوری اسلامی، با معلمان درگیره، با پزشکان درگیره، با همه درگیره، با همه، الان حال همه بده از دست جمهوری اسلامی. خانم سپهری، شما فرمودید که عناصر وابسته به خمینی آمدن سینما رکس رو به آتش کشیدن، احساسات مردم ایران رو تحریک کردن، گناهش رو به گردن رژیم پیشین انداختن و سقوط اون رژیم رو شتاب بخشیدن. حالا همین رو من میتونم در مورد ساختمان متروپول، برج متروپول در آبادان بگم و بیام و ادعا بکنم که بله، مخالفان رژیم بودن که عمدن باعث فروپاشی این ساختمان شدن که توانایی های رژیم رو مورد سوال قرار بدن، احساسات مردم آبادان و دیگر شهرها رو علیه رژیم تحریک بکنن. استدلال بفرمایید که من درست نمیگم، بفرمایید. من الان رو میگم این نیست، چون تمام افرادی که در اطراف خامنه ای هستن، در هر رده و در هر برنامه و قدرتی که هستن، تنها چیزی که برای اینا مهم نیست امنیت و جان مردمه، امنیت و جان مردمه که الان قبل از که متروپول فرو بریزه گفتن که اون کارشناسایی که نظارت داشتن تایید نکردن این سازه رو، ولی اون سازنده هیچ توجهی نمی کنه و دم استاندار و شهردار و مهندس ناظر و اینا رو میبینه، ولی میگه دیگه پیش بره، حالا بذار یه مسجد به امام جمعه بدیم، نمیدونم یک چیزی هم برای این بدیم به اون و درست میشه. و از قبل از اینم که اتفاق بیفته میگه افرادی که اونجا بودن میدیدن که ترک هایی داره و داره میریزه، هر چی هم میگن میگه بی توجه باشین، شما توهم گرفته شما رو، توهمه، اینا بی توجهیشون رو
اینجوری نگاه میبینیم که دیگه اینا هیچ ارزشی برای جون مردم قائل نیستن. حالا به فرض که اینا اومدن و این اتفاق هم عمدی نبود، به محضی که رخ داد باید تمام نیرو بسیج میشد برای نجات جان اونهایی که زیر آوار مونده بودن، نه اینکه خانواده ها و مردم شهر برن اونا رو بیارن بیرون. هنوز هم مثل اینکه ادامه داره، تا دیشب گفتن دیروز 5 نفر دیگر رو آوردن بیرون. پس جمهوری اسلامی میخواد که مردم گرفتار خودشون باشن، گرفتار غم، مصیبت، عزای عزیزانشون، تا اینا هر جنایتی میخوان بکنن و هر جور میخوان با ثروت این کشور رفتار کنن، خرج هر کی دوست دارن بکنن. به محضی که جنگ 33 روزه لبنان تمام شد، خود همین سردار الان هست مدارکش که میگه ما بلافاصله رفتیم خانه اینجور ساختیم، پنجره‌هاشون اینجوری پیش بینی کردیم، آشپزخانه‌هاشون اینجوری پیش بینی کردیم و سریع اومدیم ساختیم منطقه‌های خراب شده را. ولی من 7-8 سال پیش رفتم به خوزستان، به دسپور، به خرمشهر، میگفت همین امروز صدام رو بیرون کردن. بعد 35 سال من رفتم، میگفت همین الان صدام رو بیرون کردن از خوزستان. حسین طایب چند سال پیش گفت بشار اسد و سوریه برای ما مهمتر از خوزستانه. پس اینا میان یه کارایی میکنن، یه ساختهایی، یه جاده‌هایی، یه ماشینایی، پس اینا همه برای مرگ و مصیبت مردم ایرانه. ماشینمون درسته، ساختمونمون درسته، جادهمون درسته، دارومون درسته، چی سر جاشه؟ میخوام از خانم سپهری برای ما تعریف بکنید که میآید و با شهامت بسیار نامه رو امضا میکنه که رهبر برو کنار و میدونه، قطعا میدونستید خانم سپهری، و میدونه که این عواقبی خواهد داشت. چی فکر کردید؟ چرا این کاری کردید؟ من وقتی همسرم شهید شد وصیت کرده بود اگر من شهید شدم هر چی دارم مال همسرم هست، قیوم و بچه‌م، مادرشه، کسی مزاحم خانواده‌ام نشه. به محضی که همسر من کشته شد، جمهوری اسلامی اومد، خمینی اومد، بنیاد شهید اومد، خونم رو فروختن، زمینم رو فروختن، حتی لباس های شهید رو فروختن، پولش رو از من گرفتن، بین خودشون تقسیم کردن به ارث پدر و ارث مادر و ارث بچه رو برداشتن و منو در سن 17 سالگی با یه بچه 16 ماه رها کردن. اگر پدرم نبود که منو به خونش راه بده، من رها شدم. خمینی میگه خانواده شهدا چشم و چراغ این ملتن. من به عنوان یک همسر شهید سال 61 سال از جنگ ایران و عراق گذشته بود، تا امروز من یک آواره بودم. الان من در زیر زمین در پیلوت کنار خونه مادرم دارم میشینم، در خونه پدرم هستم. من هنوز هیچی ندارم. روزی هم که دستگیر شدم منو بردن اطلاعات، بعد 45 روز منو آوردن توی یک اتاقی که وقتی چشمامو باز کردم دیدم برادرم محمدم هست. مسئولش گفت خانم سپهری شما یک چند خطی بنویسین و یک ندامت و پشیمانی برین خونتون. گفتم برای چی؟ برین زندگیتونو بکنین. گفتم من 40 سال زندگی نکردم، الانم برای من دیگه فرقی نمیکنه، من زندان باشم، اطلاعات باشم یا تو خونم باشم، من باید 5-6 وعده در روز دارو بخورم تا بتونم نفس بکشم، راه برم، بخوابم. این دست من الان 2 ساله، من پارسال 2 بار این عمل کردم، الان دوباره باید حال من بده. من زندگی ندارم آقای منشمیر، من زندگی ندارم. من خوشحالم، بارها هم به خودشون گفتم، تو اطلاعاتم چند بار منو خواستن، گفتم من خوشحالم که با زبان بسته از این دنیا نرفتم. فریاد زدم که بداند تاریخ که اون چشم و چراغ ملت ایران یکیش من بودم، که خمینی میگفت و میگفتن و مردم عادی میگفتن، هر کم بوده بود میگفتن اینا رو میدن به خانواده شهدا. مال خودم از من گرفتن، گفتن بچه ای تو صغیره، باید ارث بچه دست بنیاد شهید باشه تا بچه بزرگ بشه، بعد بهش میدیم. سال 61 دیگه تا 61 ادامه داشت تا اینا جمع جور کردن و فروختن و تقسیم کردن. هنوز که بنیاد شهید داره ارث بچه منو نگه میداره. 7-8 سال پیش رفتم، گفتم چی شد؟ گفتن اونایی که این پولو گرفتن یا مردن یا بازنشست شدن. همین
آره دیگه همین. رفتم طبقه بالا پیش رئیس بنیاد شهید منطقه یک آقای باقری نام بود. الان نمیدونم کیه. صحنه رو گفتم جریان رو. خب خانم سپهری این پولی که از شما گرفتن مشمول زمان نمیشه. میخوان من این 34,000 تومانی که سال 61 از تو گرفتن من از جیب خودم بدم بری خونه. شما آقای باقری من این 34,000 تومان الان اگه بگیرم من تا خونم یه سرویس بگیرم نمیرسونه. من اون روز میتونستم خونه برای بچم بگیرم در حالی که همه مال خودم بود. شما تقسیم کردیم برای پدر شهید دادیم به مادر شهید دادیم برای خودتون برداشتیم. من خوشحالم که 3 ساله دارم فریاد میزنم. روزیم که من از زندان انداختن بیرون بعد 9 ماه و 5 روز دم در گفتن داری میری باید ساکت باشی. گفتم 40 سال سکوت کردم. دیگه من نمیتونم سکوت کنم. اگه میخواین ساکت باشم منو برگردونید. منو برگردید. من حاضرم برم زندان باشم ولی برم بیرون ساکت نمیتونم ساکت باشم. نمیتونم ساکت باشم. اگر دروغ میگن بیام یقمو بگیرین، اگه تهمت میزنم، اگه کم زیاد میکنم، ولی بذارین حرفمو که بزنم. من حرفمو دارم میزنم. من دارم میگم آی مردم ایران همت کنین. همت کنین. بر من که گذشت جوانامون نگذره اینجوری. به آینده کشورمون بسازیم. ما الان نه آب داریم، نه خاک داریم، نه هوا داریم، هیچی نداریم. نه امنیت داریم، نه غذا داریم، نه کشاورزی داریم، نه شغلی داریم. جوانا معتاد. هزار مصیبت زیر این پوست شهر داره اتفاق میفته. جنایت. خانم سپهری، یه مطلبی رو من واقعا شاخ درآوردم. ببینید همسر عزیز شما در جنگ در دفاع از سرزمین ایران کشته میشه، شما میگید شهید شده. بسیار. حکومت ایران گفته است که ما شهدا رو مقدس میدونیم و انواع کمک های مالی رو به خانوادش میدیم که کمبودی نداشته باشن. گفتن جانبازان رو تامین مالی میکنیم که یکی پاش از دست داده، یکی دستش از دست داده، یکی چشمش از دست داده، اینها مشکلی نداشته باشن. حالا شما خانم فاطمه سپهری میگویید که همسر من شهید شد یا کشته شد، آمدن و اموال ما رو گرفتن و تقسیم کردن. این برای من قابل درک نیست. قابل درک نیست این موضوع. چقدر ناانسانی باید وجود داشته باشه. بفرمایید چه شد؟ واقعا چه شد؟ همین دیگه. همین شد دیگه. همین شد دیگه. بعدم به من برگشت سال 65 خواستم ازدواج کنم. رئیس بنیاد شهید اون موقع یک آقای حسینی بود، یک چشمشم نبود. حالا نمیدونم چشمشو از دست داده بود در جنگ چیزو نمیدونم. برگشت به من گفت خانم سپهری داری ازدواج میکنی، از این در رفتی بیرون دیگه بر نگردی. دیگه تو هیچ نسبتی با ما نداری. با این ازدواجی که کردی خوب شد، بد شد، هر چی شد، دیگه به سراغ ما نیا. دیگه تو اینجا هیچ نسبتی نداری. بله پرسش خروارها هست دارم برای گفتن. الان دارم میگم آقای جعفری یه جانباز آزاده که زفته اسیر صدام هم شده، در بدنش ترکشه، رگای گردنش، مورای گردنش مشکل داره. الان هم تازگی دکتر وزیت کرده، امرای گرفتن، گفتن خطرناکه. الان آقای جعفری به چه گناهی تو زندان وکیل آباد مشهده؟ آقای عبدالرسول مرتضوی از تهران پاشد اومد که بیاد جانباز همرزمشو همراهی کنه تا جلو دادگاه ساجدی. اونم دستگیر کردن با یک پای قط. اون در زندان کرج و رجای شهر و ایوین و اول چند وقتی مشهد بود. و این بارونی که میگم، این مصیبتی که میگم، این به سر همه خانواده شهدا و ایثارگران و همه اونهایی که جنگ ایران و عراق رو تحمل کردن، جون دادن، یک ذره یک وجب از خاک ایران دست دشمن نیفته. الان شمال رو به روسیه دادن، جنوب به چین دادن. مردم بلا تکلیف، مردم بدبخت، سوخت برکشته میشه، کوله برکشته میشه، معلم میره زندان، کتک میخوره، تنبیه میشه، تهمت بهش میزنن. اکثر این افرادی که میان و اعتراض میکنن به اینا تهمت هم میزنن. من خودم زندان که رفته بودم بعد
دیروز اختیار بلاغ چند نوبت اومد. توهین به رهبری، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی. این نه یک ردیف کردن یک سری چیزایی رو که هر کسی اعتراض کنه اینا رو دیگه حتما در پرونده او لحاظ میکنن. یک حکومت قدار جنایتکاری روی هیتلر رو سفید کرد. واقعا در ایران داره یک هولوکاستی اتفاق میفته و اتفاق افتاده. الان در متروپول یک هولوکاسته که جمهوری اسلامی به اونها اجازه میده که این ساختمانای روی هوا رو بدون استاندارد بسازن و تحویل مردم بدن و مردم رو اینجوری. من پری روز بود دیدم، دو روز پیش بود، سه تا کودک روی یک خاکی که حالا اون حتی پدرشون بود، بچه های 5-6 ساله سیاه‌پوش دستشون بود. این همه جنایی، این همه هولوکاست هایی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده. خانم فاطمه سپهری ببخشید، من یه موضوع دیگرم اصلا درک نکردم. ببینید همسر عزیز شما کشته شده، جان خودش رو فدای ایران کرده و فرزندی دارین شما که این باید تامین مالی بشه. شما میگه این پول رو به جایی که به شما بدن پیش خودشون نگه داشتن و نمیدونین باش چی کار کردن، آخر سر هم گفتن مشمول مرور زمان شده. این پول رو کی خورده؟ نمیشه. دست بنیاد شهید دیگه. بنیاد شهید از ما گرفت 7-8 سال پیش که من رفتم، گفت این پول مشمول زمان نمیشه. که الان من مثلا بگیم آره پولی که شما در سال 60 اون موقع هم که تقسیم کردن، خب فرش زیر پارم آمدن قیمت کردن، گفتم من ندارم دیگه که پول نقد بدم. اونجوری که تقسیم شد حق پدر و مادر رو برداشتن، حق بچه، من بدهکار شدم از حق بچه و من تا سال 65 قسط میدادم. سال 65 قسط میدادم. سال 65 که میخواستم ازدواج کنم، گفتم شاید این وقت مشکلی پیش بیاد. و اون حرفی که حسینی رئیس بنیاد به من زد نگرانم کرد. گفتی که شما هیچ کاری، من فکر میکردم خب ازدواج کنم حمایت میشم، حقوقم هست دیگه، تموم، همه چی قطع شد. و من اونجا رفتم همه پول رو به اونها دادم و 7-8 سال پیش که رفتم، آقای باقری نامی بود رئیس بنیاد شهید، گفت مشمول زمان نمیشه که من بگم ارزش پول تو اون روز اینقدر بوده امروز اینقدره. بیا اون 34,000 تومن رو من از جیب خودم بدم، تو دیگه دهنتو ببند و برو. دخترم درس خونده، خودش خونده، سر کار رفته، خودش رفته، هیچ امتیازی ما نداشتیم. کجا بوده امتیازا؟ به ما که ندادن. اگه به هر کی دادن، حالا بود پرویز پرستویی میگفت اگه هر کس پاش به جنگ باز شده یا رفته به جنگ، اگه ساختمونی هم بهش بدن حقشه. ما حسود نیستیم، ولی به ما کسی چیزی نداده ها. و هم میخوام خانم سپهری درباره برادر عزیزتون بگین که فرمودین که هنوز ایشون در زندان به سر میبره. بفرمایید. برادرم روز 20 مرداد 98 که با هم دستگیر شدیم، 101 روز در اطلاعات بود. بعد که ما رو آوردن زندان، منو جلوتر، بعد من آوردن در زندان، ما رو بردن به دادگاه. در دیماه 98 6 سال زندان به من دادن، 6 سال به برادرم دادن. برادرم الان در زندان وکیل آباده. یک نوبت در اسفند 98، یک نوبت در شهریور 99 برادرم رو تو بندای دیگه فرستاده بودن. قبل از اون که بفرستن رفته بودن تو اون بندا، گفته بودن یک نفری رو که تو شهر بچه های مردم رو میدوزیده، به بچه های مردم تجاوز میکرده، گرفتیمش، به نام کرکس سیاه میاد، اینو به حسابش برسید. برادرم رو کتک زدم و برادرم آسیب زدم. برادرم خیلی بیمار شد، یک روزم به مرخصی اجازه ندادن بیا. من سال گذشته وقتی برادرم رفت زندان، بچه کوچیکش، دو تا پسر داره، پسر کوچیکش هنوز 5 سال نداشت. من پارسال اول اسفند رفتم ازش خواهش کردم، گفتم برو ببین اگر بهت مرخصی میدن ایام عید بیا، الان 2 سال عیده که پیش بچه هات نیستی. برادرم رفت تقاضا داد، روز 11 فروردین، روز قبل از جمهوری اسلامی ننگین خمینی، مأمور ابلاغ میاد به نام حسنی میگه شما ابلاغیه داری، میبینه میگه آره در ستاد مجرمین حرفه‌ای، در ستاد محترمه،
اون ستاد خودش محترمه، که مجرمین خطرناک حرفه ای رو بررسی میکردن پرونده شما رسیدگی شد و شما برای شما تعلق نمیگیره مرخصی. حالا دارم میگه خب اشکالی نداره، امضا میکنه میگه برگه ابلاغی منو بدین. میگه برگه ابلاغی ما به شما نمیدیم. میگه خب اگه ندارین که دوتا ندارین یکی هست بین یک کپی بگیریم بیاریم به من بدین. سر همین با دوتا سرباز لخه بیشرف با برادرم درگیر میشن و برادرم رو میزنن، دستش رو میتابونن، همون دستی که انقدر ما پیگیری کردیم که 30 جلسه آوردن با دست پای بسته می آوردنش به بیمارستان امام رضا مشهد برای فیزیوتراپی. باز آسیب میزننش و همون لحظه قاضی ناظر زندان عباس دهقان شورای انضباطی تشکیل میده و همون روز 11 فروردین برادرم رو میبرن به سلول انفرادی، سلول اعدامی ها. 4 روز برادرم زنگ نزد، بی خبر موندیم. رفتم زندان دیدم همون روز 4 شد دیگه از پنجشنبه. من گفتم حالا امروز زنگ نزده، جمعه تعطیله، شنبه حالا زنگ میزنه، زنگ نزد وقتی اداری تموم شد. یک شنبه که رفتم گفت من از پنجشنبه سلول انفرادی، سلول اعدامی ها بودم. چه سلول بدی بود، چه بوی بدی میداد، چه دلنوشته هایی به در و دیوارش بود. دیوانه شدم. تمام این مدتی که من زندان بودم یک طرف، این 4 شبانه روز که اونجا بودم یک طرف، به قدری متعفن بود که نمیتونستم آب بخورم، نمیتونستم نفس بکشم. الان برادر من در زندانه. اینم شرح حال برادر من. یک معلم 27 سال سابقه ای کار، هیچی. از روزی که رفته زندان حقوقشو قطع کردن، تمام مزایای حق خودش، حق زحمت کشیدشو نه به خودش نه به خانوادش ندادن. هنوز هم در زندان. خانم سپهری، با این تصویر سیاهی که ارائه دادید تا چه حد به آینده ایران خوشبین هستین؟ به والله قسم دارم لحظه لحظه انتظار تموم شدن جمهوری اسلامی رو میکشم و امیدوارم که خدا ناامیدم نکنه. امیدوارم که این روزای سیاه به زودی تموم بشه برای همه ملت ایران. من برای همه ناراحتم، من حالم برای همه بد میشه. من همین امروز که دارم میرم زندان با اتوبوس میرم، تو اتوبوس بچهای 7-8 ساله میبینم که دارن گدایی میکنن. حالا من بد میشم، میگم کشور من این همه ثروت، چرا باید بچهایی که الان باید پشت میز مدرسه باشن، تو مدرسه باشن، تو مسیری که 1000 بلای دیگه ممکنه سر اینها بیاد. امیدوارم که به زودی این شب و روزای سیاه بر ملتم تموم بشه. امیدوارم که اگه هر گناهی کرد ملت من، خدا ببخشه و جمهوری اسلامی رو دیگه از همه مردم ایران بگیره دیگه، تموم بشه، ما رو آزاد کنه، ما رو رها کنه از این مرزیه. و در پایان این گفتگو خانم سپهری، برای ملت ایران، هموطنان خودتون چه پیامی دارید؟ همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمیشه. و میبینید که حکومت سرکوبگر، حکومت بیرحمه، چقدر مردم باید کشته بدن تا به اون هدفی که شما بیان کردید برسن؟ چه میشه عاقبت خواهد شد؟ چاره ای نیست. و از کسانی که در خارج کشورن، چهره واقعی جمهوری اسلامی رو به دنیا نشون بدیم. لابی های جمهوری اسلامی در هر پوشش و ایرنگی میان و میگن همه چی خوب و همه چی گل و بلبله، از اونا نشنون. دنیا بدونه که در جمهوری اسلامی هزاران جنایت، هزاران نقض حقوق بشر اتفاق افتاده و داره میفته. چهره واقعی رو از جمهوری اسلامی به دنیا نشون بدن. با اینا مماشات نکنن، اینا رو به کشوراشون راه ندن، با اینا نیان سر میز مذاکره بشینن و احیای برجام کنن. هر پولی که آزاد شد خرج تروریست های منطقه شد. اینا دیگه فرصت ندن. ما نامه نوشتیم به بایدن وقتی اوایلی که اومد سر کار، گفتیم با اینا همراه نشین، با اینا مماشات نکنین، اینا رو به رسمیت نشناسین. الانم دارم میگم ما اگر ذره ای از ایران باقی مونده به لطف تحریما بوده، اگر تحریما نبود الان آثاری از ایران نبود. دست اینا هر جا بسته شده، هر جا نتونستن جنایت کنن به حد اعلاش،
چون دستشون بسته بوده، تحریما اجازه نداده. وگرنه انصاف اینا هیچ، شرف اینا هیچ، وجدان اینا هیچ ندارن. خانم فاطمه سپهری در مشهد، بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم و بسیار دل ما پر از غم قصه است. ممنون و سپاس از شما. ممنون، خدا نگهدار.